کنیم. درست. باشه، خب بفرمایید. به نام خدا، من تصویرم راستی دکتر خسروی هم اینجا هستن از دوستان، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. به نام خدا، من دوباره تشکر میکنم از دعوتی که شد. خب صحبت من در مورد تورم تصادفی هست و در واقع اینم یکی از نمونه هایی از میدان های کیهانی هست که حالا توی مدرسه صحبتش شد و ابزارهای مختلفی برای کار کردن باهاشون یاد داده شد و یاد داده خواهد شد. خب از اینا میگذرم. یه مرور سریع اگه بخوایم داشته باشیم، یادمون بیاد که تورم یه دوره ای از انبساط خیلی سریع در عالم هست و ما اینو با متریک دو سیته نشون میدیم که در واقع حالت خاصی از FRW هست و این اسکیل فاکتور به طور نمایی با زمان بزرگ میشه و خب هر شیء فیزیکی، هر موجود فیزیکی توی این پس زمینه تورمی زندگی میکنه و باهاش برهم کنش هم علاوه اصول داره، هم تاثیر میذاره هم تاثیر میپذیره و ما عموما این اشیاء رو با میدانهای کوانتومی توصیف میکنیم. اینجا البته من فرضم این هستش که توی این ارائه خاص، ولی موضوع لزوما براش این فرض نیازی نیست، ولی توی این ارائه خاص من فرض میکنم که این میدانهایی که داریم در موردشون حرف میزنیم دیگه اثری روی این متریک ندارن و متریکمون همین دو سیته محض هستش، اچ هم یه عدد ثابته. خب اینا فرضای مقدار ساده کننده هست ولی برای مقاصد آموزشی که اینجا کار داریم فکر میکنم مناسبم هستش. خب حالا توی این دنیای تورمی من به مطالعه میدان اسکالر علاقه‌مند هستم و بعد خواهم گفت حالا چجوری رفت پیدا میکنه به بحثای دیگه. فعلا اینا رو یه مروری میکنم. یه میدان اسکالر من با فیحت نشونش میدم، این یه عملگر کوانتومی هست، همون میدان های کوانتومی که توی اسلاید قبل گفتم و علل اصول ما میدونیم که میشه اینا رو یه کنش براشون نوشت که کنش مثلا همین کنش معروفه میدان آزاد، مثلا اگه تصور بکنیم نه منها بعد باشه ولی دیگه اینجا پاک کردن کم سخت میشه، من مثلا یه همچین لاگرانجی رو اگه داشته باشم، اگه ازش وردش بگیرم تو بک‌گراند دو سیته، چیزی که به دست میارم این معادله است که احتمالاً خیلی ها دیدن و باش آشنا هستن و به این میگی معادله کلاین گوردون، که همون معادله کلاین گوردون در فضای مینکوفسکی هست، غیر از این که یه جمله اصطلاحاً استکاک هابلی بهش اضافه شده. این جمله وقتی اضافه میشه میگیم استکاک هابلی، چون معادله نوسانگر هماهنگ هست و میدان آزاد هست ولی یه جمله استکاکی هم داره. خب این یه معادله در واقع معادله حرکت میدان ما هست. ما میتونیم اینو بر حسب اصطلاحاً مود فانکشن ها هم بنویسیم. در واقع وقتی این عملگر فی رو بر حسب عملگرهای خلق و فنا مینویسیم، اون چیزی که ضریب اینا خواهند بود دیگه عملگر نیستن، یه توابعی هستن که تقریبا تبدیل فوریه این فای هستن، غیر از این که قسمت عملگریشون بیرون کشیده شده و خیلی راحت میشه نشون داد که این توابع که بهشون میگیم مود فانکشن، اون هم توی همچین معادله صدق میکنن. حالا فقط این لاپلاسی تبدیل میشه به کی دو، چون اینا تابع مومنتوم هستن. خب فکر میکنم اینا برای افرادی که تا حدودی یه چیزایی از نظری میدان دیدن آشنا باشه.
ما این کار رو به طور معادل میتونیم به جای اینکه فقط با خود میدان انجام بدیم، با میدان به علاوه میدان مزدوجش که با پای نشون دادم هم انجام بدیم. به دیفای به دی تی میگیم عملگر پای. اون وقت این معادله مرتبه دو، معادله دیفرانسیل مرتبه دو در زمان تبدیل میشه به دو تا معادله دیفرانسیل مرتبه یک در زمان، که یکیش تحول فای رو نشون میده. شاید خوب بود اینو من سمت چپ می نوشتم. دی فای به دی تی میشه پای. یکیش تحول پای رو نشون میده. دی پای به دی تی همین جمله هایی که اینجا هستن، این جمله ها رو میبریم اون سمت راست و این جمله ها رو. اینا رو میتونیم بر حسب فای پای بنویسیم. خب حالا من میخوام این چیزای دانسته شده ای هست که باهاشون شروع میکنم. میخوام بگم که استوکاستیک اینفلیشن قراره چی کار بکنه. هدف این برنامه استوکاستیک اینفلیشن که ابتداعا در دهه 80 توسط استاروبینسکی پیشنهاد شده، اینه که این معادله ای که اینجا داشتیم، یه بار دیگه ببینیمش، مثلا این معادله حالا یا این دستگاه معادلات پایین که این معادله برای عملگر فای، عملگر کوانتومی میدان هست، رو تبدیل کنیم به یک معادله استوکاستیک کلاسیک. این معادله که الان داریم یه معادله عملگری هست، به معنی کوانتومی هستش، خب ولی دیترمینیستیک هم هست. به هر حال چیزای کوانتومی از جهت البته توشون آنسرتنتی وجود داره، ولی عملگر فای کاملا مشخصه که چجوری تحول پیدا میکنه. ما میخوایم رو تبدیل کنیم به یه معادله استوکاستیک، یعنی همچین رفتاری دیده میشه. حالا میخوایم ببینیم چجوری این اتفاق میفته. غیر از اون رفرنس خود کار استاروبینسکی در 1986، این دوتا هم چیزایی هستن که حالا تو این صحبت خیلی کوتاهی که من میکنم تا حدی برگرفته از اینا هست، و البته خب خیلی من خلاصه دارم صحبت میکنم. اگه دوست داشتین میتونین به اینا نگاه بکنین. نیمه اول حرفای من به این با این پیپر اولیه هم راستا هست، نیمه دوم که خیلی خیلی کوتاه شد در حدی که دوتا اسلاید با اینا دومی. خب حالا من میخوام برم سراغ اون ایده اصلی که پیاده سازی میکنه این کار استوکاستیک اینفلیشن. ایده اصلی اینه که این میدان فای رو تبدیل کنیم به دو قسمت، دو قسمت لانگ مود و شورت مود، یا لانگ ویولنگث و شورت ویولنگث. توی اسلاید قبلی دیدیم که خود فای کامل یه بستی داره بر حسب این مود فانکشن ها. من اگه اون تیکه ای از مومنتوم هایی که روش انتگرال میگیرم که که از یک کاتافی کوچیک‌تر باشه، در مورد این لاندا صحبت میکنم، اسم اون تیکه که مومنتوم ها یا عدد موج های کوتاه‌تر دارن یا عملا طول موج های بلندتر دارن و بذارم لانگ، و اون تیکه دیگه که طول موج های کوتاه دارن و بذارم فای اس یعنی شورت مود، اون وقت این تجزیه درسته. فای رو به صورت مجموعی دوتا میتونم بنویسم. و این کاتاف لاندا که اینجا ازش صحبت کردم در واقع باید اینطوری انتخاب بشه برای اینکه این برنامه رو بتونیم پیش ببریم. این لاندا خودش یه طول موجه، بنابراین عکسش میشه یه مقیاس، و اینجا اگه نگاه بکنیم مقیاس افق هست، چون یک تقسیم بر اچ داره، یه دونه یک ایوم داره که فقط تنها کاری که میکنه که اینو کوموینگ میکنه، چون تمام این کی هایی که ما داریم باشون صحبت میکنیم تکانه های همراه هست، یعنی ایکس هایی که ازشون حرف میزنم من اینجا بعد میگفتم تو اینا ایکس همراه هستن. پس این درسته. این اپسیلونی که اینجا میبینید اپسیلون اسنورول نیستش، اگه اون رو دیده باشید. این اپسیلون یه عددیه که حالا به دلایلی بعدا میشه دید که مقدارش بعد عدد کوچیکی باشه.
پس من و اگه این عدد کوچیک باشه من معنیش اینه که مثلا این یک تقسیم بر لاندا یا این مقیاسی که من دارم کوچیک و بزرگ و مومنتوم شورت و لانگ و جدا میکنم مثلا 10 برابر 100 برابر مقیاس افق من هستش. خب مثلا اگه اپسیلون 100 باشه معنیش اینه که این طولی که دارم ازش استفاده میکنم برای جدا کردن مقیاس ها 100 برابر طول افق هست. و این تجزیه هم واقعا توش ضرورتی نیستش انقدر شارپ انجام بشه که این یه جور فیلتر خیلی تیز هست، دقیقا زیر لاندا رو برمیداره یا دقیقا بالای لاندا رو برمیداره و برقرار میندازه دور. میشد این رابطه ها رو به جای اینکه اینطوری بنویسیم اینا رو برداریم رو همه مومنتوم ها انتگرال بگیریم ولی عوضش یه ویندو فانکشن بذاریم شبیه همین چیزهایی که الان هم آقای دکتر باغرام میگفتن و فکر میکنم تو صحبتهای قبلی هم حرفش شده بود. ولی این ویندو فانکشن به جای اینکه انقدر تیز باشه مثلا میتونه اینطوری باشه، حالا که مثلا این الان فقط داره بالاها رو برمیداره ولی این داره یه ذره هم از این وسطها رو برمیداره. اگه این کار رو بکنیم یه تغییراتی تو نتایج حرفای من پیش میاد ولی میخوام بگم علل اصول میشه گزینه های دیگه هم در نظر گرفت. من با همین ویندو فانکشن یا فیلتر شارپ کار میکنم. توی مومنتوم این میشه فیلتر، شاید اسم بهتری باشه. خب بزن ادامه بدیم. این کاری که گفتم رو در مورد فیلد انجام میدیم، به طور مشابه همین کار رو در مورد کانجوگیت مومنتوم هم یعنی میدان مزدوج این فیلد هم انجام میدیم. این هم تجزیه میکنم به دو قسمت لانگ و شورت. خب حالا ما میایم، حالا نکته اصلی اینه که من میخوام فقط به قسمت های طول موج بلند این فکر بکنم، بقیه رو اصلا بریزم دور. به همین دلیل این یه جور نظریه مؤثر برای طول موج‌های بلند هستش. و این چیزی که اینجا نوشتم یه مقدار، خب من بعضی از محاسباتو اینجا میپرم دیگه چون فرصتم کافی نیستش. کاری که کردم اینه که همون معادله، برگردیم اون اول معادله کلاین-گوردونی که داشتیم و که اینجا بود، یا این دستگاه معادلاتی که اینجا داشتیم و بازنویسی کردم بر حسب پای، مثلا پای ال و پای اس یا فای ال و فای اس، خب لانگ مود و شورت مود ها، و اون قسمت هایی که لانگ مود هستن رو نگه داشتم ولی هرچی شورت مود بودن رو همه رو خلاصه کردم توی چیزایی که اینجا اسمش رو گذاشتم سیگما و تاو. و حالا ما خواهیم دید که اینا نقش نویز رو برای ما بازی میکنن. پس این سیگما و تاو از فای اس و پای اس ساخته شدن، یعنی از شورت مود ها. و بقیه چیزا لانگ مود ها هستن. ببینید اینجا فقط اندیس ال دیگه داریم. من همه چیزا رو بر حسب طول موج های بلند نوشتم و طول موج های کوچیک گذاشتم کنار. اگه طول موج های کوچیک نبودن این معادلات ما رو باید یاد همون معادلات قبلی بندازه، انگار فقط طول موج‌های بلند به تنهایی دارن زندگی میکنن بدون اینکه مثلا هیچ اتفاقی اینجا بیفته، هیچ چیزی اضافه بشه. ولی حضور طول موج‌های کوتاه می‌بینیم یه تأثیری داره روی دینامیک طول موج‌های بلند. خب من رابطه‌ای که این سیگما بر حسب اونا یا تاو بر حسب اونا داره رو ننوشتم ولی خیلی سخت نیست، میشه دید که بر حسب همون مود فانکشن ها و عملگرای ای او ای دگر و اینا قابل نوشتن هستش. خب این که این چیز قبلی بودش. حالا تحت شرایط خاصی و تحت شرایط مناسبی که من اینا رو توضیح میدم یه اتفاقای مهمی میفته. چند تا اتفاق مهم میفته. یکی از اون اتفاقا اینه که اینا همشون عملگر بودن. داشتیم ما داریم نظری میدان کوانتومی تو فضای دو سیته مینویسیم دیگه، هرچی اینجا حت داره عملگر هست، واسه همینم من اصرار داشتم تا الان همین چیز رو حت بالاش بذارم. این سیگما و تاو مثل اون فای و پای میشه دید که تابع مکان و زمان هستن. من اینجا تابعیت مکان و زمانم انداختم ولی علاوه بر همین چیز تابع مکان زمان بوده. ولی تحت اون شرایط خاص که حالا میگم چیه،
میبینیم که کامیوتیتر تمام اینا با هم صفر میشه. سیگما تو زمانهای مختلف، سیگما با خودش توی زمان که بدیهیه، خب یه چیز با خودش همچه جا به جا میشه، ولی سیگما تو زمانهای مختلف و تاو تو زمانهای مختلف و سیگما تا چه تو زمانهای مختلف چه تو زمان یکسان، همشون صفر میشن. یعنی رفتاری که داریم میبینیم برای این کمیت هایی که اینجا دارن ظاهر میشن یه رفتار کلاسیک هست. کلاسیک به این معنی که از عملگر دیگه لازم نیست استفاده بکنیم. با این حال کلاسیک به اون معنی که همه چیز کاملا دیترمینیستیک باشه هم نیست. مثلا این دوتا، این سیگما ها تو پوینت فانکشنشون، که تو پوینت فانکشن اینجا منظورم چیز کوانتومیه، من اینو بعد در واقع درست اینطوری بوده که مثلا یه سای بذارم، حالا اون این سایه هم جزء اون سوتبل کاندیشنز هست، یعنی سایه باید یه خاصیتی داشته باشه. استیتی که من دارم ازش استفاده میکنم، چون همه چیز کوانتومی دیگه، یه حالت برای این میدان باید در نظر بگیرم، اون حالت اگه شرایط خوبی داشته باشه این کمیت میل میکنه به یه همچین چیزی که یه تابع دلتای دیراک داره. من جلوتر میگم که این ما رو باید یاد نویز سفید بندازه، ولی قبل از اون میخوام تاکید بکنم که این وقتی مثلا تی و تی پریم با هم مساوی بگیرید، سمت راست اون بی نهایت میشه دیگه، وقتی صفر نشده معنیش اینه که یه واریانس داریم. واریانس داشتن علامت یه چیزیه که دیترمینیستیک نیست، علامت یه چیزی که مقدار استوکاستیسیتی داره دیگه، یه چیزیه که پهنا داره. اگه واریانسش صفر بود یعنی دقیقا سیگما یه عدد مشخص بود. حالا من ننوشتم، مثلا اینجا خوب اضافه کنم، اوریج این سیگما صفره ولی واریانسش غیر صفر. پس این محاسبه که اینجا رو جزئیاتشو من ننوشتم میشه اینا رو انجام داد تا اون مقاله هستش، ما رو به این نتیجه میرسونه که یه جمله‌ای داره اینجا اضافه میشه به سمت راست معادلات توصیف کننده طول موج بلندمون که اون جمله کاملا استوکاستیک هست ولی کلاسیکه. و حالا میگم مثلا نویز سفید خواهد بود. خب این شرایط خاص چی هن؟ این شرایط مناسب یکیش همون اپسیلون به صفر میل کردن است. متأسفانه به نحو خوبی هم باید به صفر میل بکنه. من واسه اینکه این شرایط مقدار پیچیده است بیان بعضیشون ولی هم اینجا ننوشتم، فقط خیلی مرور میکنم سریع. اپسیلون به نحو خاصی باید به صفر میل بکنه. این سایی که داریم ازش حرف میزنیم باید حالت بانچ دیویس باشه، که حالا اگه احیانا آشنا نیستیم بگذاریم، اینجور حالت خلایی باید باشه برای این میدانمون که آره مثلا حالت خلا باشه، خلای مناسبی باشه در واقع. غیر از اون من یه فرضای، حالا این چیزایی که الان نوشتم فکر میکنم فقط از همینا داره استفاده میکنه، ولی بعضی چیزایی که در ادامه خواهم گفت از این که تقریب اسلو رول هم برقرار باشه استفاده میکنم، یا غلطش آهسته، که اینم من صحبت دکتر ابوالحسنی رو نشنیدم ولی شاید مثلا اینشون گفته باشن یا حالا تو بعضی صحبتهای دیگه گفته شده باشه. یعنی تورم، یعنی میدان فای ما آروم حرکت بکنه. حالا اگه آشنا نیستین اینا رو من در همین جوری به عنوان شرایط مناسب در نظر بگیریم. فقط بزنین تاکید کنم که اینکه اپسیلون رو به صفر میل میکنه عملا یعنی این لانگ مودا اینا واقعا بلندن، چون یادتون باشه این کاتاف ما با عکس اپسیلون متناسب بود توی فاصله اگه نگاه میکردیم، و اینا یعنی به اینا مثلا میگیم فیلد های کورس گرین شده لانگ مود، میتونیم همچین اسم گذاری براشون انجام بدیم. خب این نتیجه گیری پس خیلی مهمه که ما یه رفتار کلاسیک استوکاستیک داریم. یه چیز دیگه ای هم که از همین شرایط خاص ما نتیجه میشه اینه که اصلا اکس دیپندنس اینا از بین میره. این فیلدهایی که ما شروع کردیم تا به مکان بودن ولی میبینیم که عملا به مکان بستگی ندارن، چون خیلی طول موج بلند هم هستن، عجیب نیستش.
خود اون اپسیلونه که ازش داشتم حرف میزدم دیگه اصلا ظاهر نمیشه، با اینکه یه اثرات یعنی وجودش ضرورت داشته از اول، ولی اینطوریه که اگه به نحو مناسبی کوچیک باشه مقدار، دقیقا مقدارش مهم نیستش، خود مقدار این اپسیلون مهم نیستش، فقط مهمه که توی رنج خاصی کوچیک باشه، که حالا جزئیات اینا رو میگم میتونید تو مقاله ببینید. و میشه دید که این نویز تاو هم حتی از بین میره در واقع، اگه این شرایطی که من گفتم مثل قلط آهسته داشته باشیم، اینم کوچیک میشه. و اگه اینا رو کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که این فای هت ال ما که لانگ مود فیلد کوانتومی ما بود، عملا یه چیز کلاسیک استوکاستیک میشه، واسه همین از این بعد من هت رو ور میدارم و توی همچین معادله ای صدق میکنه. این معادله که نشون هم معادله قبلی هاست، فقط یک جای عملا اون دوتا معادله رو من یکی کردم، به خاطر اینکه یک کدوم از معادلات رو با استفاده از اون فرض سلورول عملا حذف کردم و به جای حالا بذاریم این معادله اون حرف های قبلیه. واقعا اگه کسی یادش باشه معادله کلاین گوردونو یه فای دبل دات داره به علاوه سه اچ فای دات، اون فای دبل دات رو انگار انداختم دور، سه اچ فای دات به علاوه یه جمله وی پریم که مساوی با صفر در حالت معمولی، ولی الان معادله کلاین گوردونو ما با اون فرض با اون اسلو روله که فای دبل دات اینجا رو حذف میکنه دیگه سمت راستش صفر نیستش، بلکه یه جمله نویز وجود داره. مرسومه که اینو به جای اینکه بر حسب ماشین حساب زمان بنویسیم، بر حسب ماشین حساب نمبر اف فولدز بنویسیم که HT هست و همین معادله قبلی میشه. فقط اون سیگما رو من بازنویسی میکنم. اگه یادتون باشه سیگما تو پوینت فانکشنش دلتای دیراک داشت تو زمان که یه ضریب اچ دو پیو میداشتش عملا. حالا وقتی اینا رو بر حسب n بنویسیم میشه دلتای دیراک بر حسب تعداد زمان ای فولدی یعنی n. این فرم اصلی یکی از معادلات کلیدی تورم تصادفی هستش که ما به این معادله استوکاستیک میگیم معادله لانجوند. داره به من میگه که اگه این نبود همین معادله کلاین گوردون معمولی در حد اسلو رول بود، ولی الان یه نویز سفید بهش اضافه شده با دامنه اچ دو پیوم که خیلی چیز آشنایی هم هست. اگه مثلا همین درس های معمولی تورم رو دیده باشید میدونیم که میدان اسکالر تو فضای دو سیته یه نویز داره با دامنه اچ دو پیوم. خب این هم سفید بودن نویز رو داره به ما نشون میده. میشه به این موضوعات دو جورم نگاه کرد. من الان به صورت یه معادل لانجوند نگاه کردم، یه معادل دیفرانسیلی برای فای هست که اصطلاحاً استوکاستیکه. این همون معادله قبلی، این دقیقا همون معادله صفحه قبله، فقط تو صفحه قبل من معادلاتشون از اول با میدان آزاد شروع کرده بودم، پتانسیلم و ام دو فیدو گرفته بودم. از اول من اصلا پتانسیلم و ام دو فیدو گرفتم، ولی اگه پتانسیلم ام دو فیدو هم نباشه میتونیم مسیر رو دنبال بکنیم، یه وی کلی میتونیم داشته باشیم، اینم جرم پلانکه. این وی کوچیک همین پتانسیل اسکیل شده است و میبینیم که دی فی به دی ان غیر از این جمله ای که نویز هست، دوباره نویز سفیده، یه دونه معادله حرکت میدان اسکالر در حضور پتانسیل وی، این نویز ماست. این رادیکال وی همون اچ دو پیوم است، چون ایاتون باشه تو تقریب استرول هابل به توان دو همون پتانسیله، پس جذر پتانسیل میشه هابل یا اچ دو پیوم. خب این معادله، این رهیاف یا نگاه معادله لانجوند نوشتن برای موضوعه، ولی میشه یه جور یه جور دیگه ای هم به این موضوع نگاه کرد و معادله فوکر پلانک نوشت. من فکر میکنم من جلسات آخر دیروز نبودم، ولی فکر میکنم طبق برنامه دکتر موحد اینو امروز بگن که حالا آشنا اگه نگفتن، حالا مثلا یه کسایی ندیدن، یه نگاه دیگه ای هم میشه داشت و اطلاعات همین فرایند رو به جای که از این معادله دیفرانسیل به دست بیاریم که توش فای یک کمیتیه که اگه من بر حسب مثلا زمان نگاش بکنم بالا پایین میپره به خاطر اینکه رندومنس توش وجود داره، به جای اینکه به این نگاه بکنم به ما یه معادله دیفرانسیل و این بالا پایین پریدنها رو مثلا جورای مختلف در نظر بگیرم،
به یه پی فایو ان نگاه بکنم، این فای که اینجا هست دیگه چیز دیترمینر لیبل در واقع، احتمال اینه که این فای من در زمان ان تو موقعیت فای این فای باشه مثلا. شاید بعد نمیشه اسم این فایل رو متفاوت بذاریم، این فایل استوکاستیکه، این فایل که اینجا هست فیلد استوکاستیکه، ولی این چیزی که اینجا هست مقدار اون فیلد استوکاستیکه در واقع. حالا میخوام مثلا کامل تر بزنیم، این احتمال اینه که اون فایل بالاییه مساوی بشه با در واقع توی بازه قرار بگیره که با این فایل پایینیه داده میشه، بین فایل و بعد به دی فایل بشه در زمان n، فای بالایی در زمان n بین این دوتا باشه. و میشه دید این توی معادله دیفرانسیل مرتبه، معادله دیفرانسیل پاره‌ای مرتبه دو صدق میکنه که بهش میگیم معادله فوکر پلانک. توی حالت خاص این شکل میشه قرار معادلهش، ولی فکر میکنم چیزای کلی تر دکتر موحد بگه. خب من حالا کاری هم به اینا ندارم، فقط خواستم بگم که از روش‌های مختلفی که توی این حوزه وجود داره میشه استفاده کرد. خب بذارین من از اون قسمت دوم یه چیزای خیلی خیلی مختصری میگم. فقط اول این تصویر رو نگاه بکنیم. این شکلی که صفحه پیش من کشیدم این شکل توی حالتی بودش که همین میدان خودمون بود، فا بر حسب این تغییر میکرد. میشه کلی تر فکر کرد چند تا میدان داشته باشیم، به جای اینکه یه دونه فای داشته باشیم چند تا فای داشته باشیم و بر حسب زمان تغییر بکنه. اون وقت این فضای فایمون مثلا دیبودی میشه و ما از یه نقطه اولیه شروع میکنیم، مسیرهای مختلفی خواهیم داشت که به طور تصادفی اینا حرکت میکنن. یه دونه دریفت غیر تصادفی وجود داره، مثلا همه اینا رو داره هول میده به یه طرفی، ولی روی اون دریفت یه دیفیوژن وجود داره که ما رو پخش میکنه. خیلی وقتا ما مسئله هایی داریم که مثلا تو تورم مسئله که ما مورد نظرمونه که این شروع میکنه به حرکت کردن و نهایتا به یه جایی میرسه که اونجا رو اسمش رو میذاریم پایان تورم، و ما دوست داریم ببینیم چقدر طول کشید تا رسیدیم برسیم به پایان تورم. این مرز دی اومگا ماینس مثلا نشان دهنده پایان تورمه. حالا میتونیم یه مرز دیگه هم داشته باشیم دی اومگا پلاس که مقادیر ما مثلا فراپلانک میشن انرژیمون. و یه سوالی که خیلی به طور طبیعی زیاد پیش میاد و برای ما مهم هست جواب دادن بهشون اینه که یه کمیتی به نام N، اینجا N کرلی من نوشتم، یه کمیتی به نام N تعریف میکنم که رو هر کدوم از این مسیرها N مقدارش یه عدده. مثلا اینجا یه عدده چون روی این مسیر که اومده مثلا 25 ایفولد طول کشیده، این روی این یکی مسیر 30 ایفولد طول کشیده تا برسه پایین تورم، این یکی مسیر مثلا 32 ایفود، همینطوری مقادیر مختلفی داشته. و در واقع یکی از مسائل مهمی که برای ما وجود داره اینه که به طور آماری مقدار این اینو ازش اطلاعات به دست بیاریم. و من فرصت نمی کنم اینجا حرف زیادی در مورد این بزنم، فقط میخوام بگم این مهمه برای ما به خاطر اینکه این اینه عملا طبق فرمالیزم دلتا ان که احتمالاً شنیده باشین تو کیهانشناسی به اختلال انحنا میشه مربوطش کرد و آمار اینو به دست آوردن برای ما خیلی مفید میتونه باشه برای پیدا کردن آمار اختلالات انحنا. من فقط در حد این که یه اسلاید نشون بدم که اینا رو میشه حساب کرد. مثلا من دوست دارم اوریج اینو حساب کنم یا واریانسش رو حساب کنم. میشه دید با استفاده از روش هایی که توی همین فرآیندهای تصادفی وجود داره که اینا قابل محاسبه هست، اینجوری که کافیه یه تابع G1 رو پیدا بکن که توی این معادله صدق میکنه. این معادله ها رو از ملاحظاتی که در مورد همون معادله لانجمن داشتیم یا معادله فوکر پلانک داشتیم میتونیم، من توضیح ندادم، شاید دکتر موحد توضیح بدن، میتونیم به دست بیاریم که اینجا حالا چند متغیر هست، این آیا یعنی مثلا از یک تا دی میرن چند تا میدان داریم، ولی این ویه همون پتانسیل اسکیل شده ایماست. اگه یه تابع پیدا بکن که تو این شرایط صدق بکنه در پایان تورم مقدارش صفر بشه، اون تابع داره میان مقدارش تو نقطه شروع بهتون بدن، یعنی مثلا بگن اینجا مقدار تابع چقدره، اون جوابتون رو میده که به طور میانگین چقدر طول میکشه از اینجا برسید به پایان تورم. اگه یه تابع دیگه ای رو که تو این یکی معادله هست به نام G2 پیدا بکنید، این یکی واریانس این زمان رو به همون میده.
یه سوال دیگه هم که میشه جواب داد اینه که چقدر احتمال داره که از سطح پایینی بیایم بیرون، چقدر احتمال داره از سطح بالایی بیایم بیرون، چون هر دو تا این اتفاق ممکنه بیفته، ممکنه بعضی از مسیرهای ما بیان از اینجا خارج بشن. اینا سوالای جالبی هستن که همشون برای ما اهمیت دارن تو مطالعه تورم و همه اینا رو میتونیم با این روش ها حل بکنیم. من توضیح ندادم چرا اینا اینطوری هستن، ولی خب هستش، میشه اینا رو محاسبه کرد. خب بذارید من فقط خلاصه بگم چون دیگه یه دقیقه از وقتم گذشته. یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره و ما میتونیم بفهمیم اینه که در مقیاس‌های فرافق اگه میدانمون رو کورس گرین بکنیم و طول موج بلندش رو نگاه بکنیم، یک فیلد کلاسیک استوکاستیک هست، همچین رفتاری داره و ما میتونیم با ابزارهای استوکاستیک پروسس اینا رو مطالعه بکنیم. به طور خاص مثلا آمار افت و خیز های انحنا رو میشه قابل محاسبه و همینطور این فرست باوندری کراسینگ که خیلی شبیه چیزیه که دکتر باغدام در موردش صحبت کردن، حالا دیگه من تکرار نمیکنم، ولی اگه یه بول میخواستم بکشم مثلا اینا این برون بر میرن تا به آستانه برسن، خیلی شبیه اون بحثیه که دکتر باغدام داشتن. من دیگه متوقف میشم، فکر کنم 2 دقیقه هم زیادی حرف زدم. خیلی ممنون از توجهت. خیلی ممنون آقای دکتر از صحبت خوب، تشکر میکنیم. چند تا سوال فکر کنم پرسیده بودم بچه ها، من برگردم بالا. خب از آخر میان. مسیرهای مختلف بر حسب N آیا مکانیزم یکسانی برای پایان تورم دارن؟ آره، در واقع من از اون مکانیزم حرف نزدم، ولی تو این شکل مثلا مکانیزم پایان تورم میتونه متنوع باشن. حالا مثلا در ساده‌ترین حالت آدم یه همچین اتفاق وقتی مثلا اینو معیار پایان تورم میتونیم بگیم، یا ممکنه مثلا اتفاقایی مثل نظریه های چند میدانه باشه که یه واترفال اتفاق میفته. ولی آره اون مکانیزمه، اون خط آبی یه کاری میکنه تورم تموم بشه، اون کار یه جور کاره و این خطایی که میرسن به اونجا همشون یه اتفاق براشون میفته که تورم تموم میشه، فقط تو زمانهای مختلف این اتفاق میفته، ولی اون خوردن به آبی یه جور مکانیزم مشترکه. حالا مطمئنم نیستم درست سوالتون فهمیدم، ولی اونجوری که فهمیدم جوابی که دارم میدم اینه که یک ثانیه بعد. یه سوال دیگه هست که جی1 و جی2 رو چطور پیدا میکنید؟ آره این قسمتش راستش مفصل هست مقدار، حالا خیلی چیز پیچیده ای نیست، ولی تو این فرصتی که من داشتم وقت نبود که بگم. ولی کلن این یه روش استاندارد هست برای مطالعه این مسئله که یه فرآیند تصادفی به طور میانگین اگه از این نقطه شروع بکنیم، اگه معادل لانجبرم مثلا داشته باشیم، مدل فوک پلانک داشته باشیم، چقدر طول میکشه به اینجاها برسیم. با مثلا با روش های مختلفی هم میشه اینا رو به دست آورد. یکی از چیزهای سادهش استفاده از چیزی به نام لمیتو، ولی الان اگه نپرسید که چرا این معادله درسته، خود این یه معادله دیفرانسیله که با شرط مرزی داده شده قابل حله و این معادله دیفرانسیل استوکاستیک نیست، این معادله دیفرانسیل معمولیه، این اوردینری پارشال دیفرانسیل اکویژن پارشال هست اینجا به خاطر اینکه چند تا متغیر فیلد دارم، ولی اگه یه فیلد بود حتی پارشال هم نبود، او دی ای بود و دیگه این استوکاستیک دیفرانسیل اکویژن نیست، توش هیچ نویزی وجود نداره. اما چرا خود این معادله، چرا در واقع چرا این رابطه برقرار اوریج این میشه، اینو من توضیح نداده، کتابای مثلا شاید دکتر موحد گفتن میتونیم یکم سب کنیم ببینیم همچنین چیزی رو توضیح میدن یا نه. درباره نویز سفید سوال پرسیدن که یکم بیشتر میشه درباره اون جمله نویز سفیدتون توضیح بدید. در مورد که خود نویز سفید چیه، اونم فکر میکنم قبلا صحبتش گفتم، شاید در مورد حالا جزئیاتش، ولی میفهمم بگم من اینجا بگم درست شد
آی دکتر نوبالا، حالا اگر که فکر میکنید چون این بحث نوز سفید رو من دیروز گفتم، بعد در ادامه صحبت هم دارم چه یادداشت کردم که حالا به وقتش برسم. حالا اگر فکر میکنید میخواد جواب بدید بفرمایید، اگر نمیتونید بگذارید من یادداشت کردم بهش برمیگردم. آره من فکر کنم اینجا من فقط توضیح دادم که چجوری این رابطه به دست اومد و حالا چرا این معنی نویز سفید رو میده و خود نویز سفید مثلا خواستش چیه بیشتر از این چیزی که اینجا نوشته شده و معنیش چیه رو بذاریم یا مثلا ارجاع بدیم به اون صحبته که از قبل شده و یا صحبته که بعدا دکتر مواد بیشتر توضیح میدن. اینجا ما به دست آوردیم این رابطه رو، فقط حالا میشه اصلا اسمی هم نبرد از اینکه این نویز سفیده. درباره تورم تصادفی پرسیدن که چرا فکر میکنیم تورم به صورت تصادفی، یا شاید چرا اینجوری مدلش میکنیم در واقع، آیا اختلاف مشاهداتی داره با مدل های دیگه تورم که غیر استوکاستیک مدل میشه؟ نه این تورم، خب یه اول تورم که یه پارادایم کلیه، حالا میتونه مثلا با میدان اسکالر پیاده بشه یا با میدان های با روش های دیگه. وقتی در مورد میدان اسکالر صحبت میکنیم، کوانتومی بودن میدان اسکالر رو ما نمیتونیم انکار بکنیم. مکانیک کوانتومی یه بخشی از قوانین طبیعته، بنابراین همیشه و همیشه افت و خیزها وجود دارن، افت و خیزهای کوانتومی. میشه اصلا به اینجوری که من گفتم نگاه نکرد، این لانگ شورت دیکامپوزیشن رو گذاشت کنار، کاملا یه نظریه کوانتومی رو آدم حل بکنه و هیچ چیزی رو کم نمیاره، اصلا همه چیزام هم از اینم دقیق تر هستش. تورم تصادفی میگه من یه ذره به یه چیزای کمتری نگاه میکنم، فقط به اون طول موج بلندا نگاه میکنم، ولی عوضش از یه جهت توصیف آسونتری پیدا میکنم. به جای اینکه یه کوانتوم فیلتر رو تو کرود اسپیس تایم بخوام حل کنم، در حالت کلی مسائل پیچیده‌ای هم خواهد داشت، یه فرآیند تصادفی رو بررسی میکنم. بنابراین چیز جدایی نیست، یعنی نگاه میام مثلا من فکرم آتاداکل یکی از این چیزها رو گفتم، یه نظری مؤثر برای طول موجهای بلند، برای مدهای فوریه بلند میدان تورمی، برای تمام مدلهای تورم، برای هر پتانسیل هم ملل اصولی همچین چیزی وجود داره. شما میتونید این ها اصلا اینطوری بهش نگاه نکنید، اون افت و خیزا رو کاملا کوانتومی نگاه کنید، همه جا از عملگرای کوانتومی استفاده کنید و اکسپکتیشن ولیو حساب کنید و اینجور چیزا تو مکانیک کوانتومی. ولی این یه نگاهیه که از یه جهت ساده تره، ولی عوضش اطلاعات کمتری هم میده ها، چون فقط در مورد طول موجای بلند صحبت میکنه. خب یه سوال دیگه این که آیا مدل کلاسیک میدان کلاسیکتون رو که میدان کورسگرین شدتون رو که کلاسیک و تصادفی میگیرید اونجوری مدلش میکنین، آیا تا آخر تورم این فرض صادق هست با توجه به اینکه در پایان تورم اپسیلون دیگه کوچیک نیست؟ من مطمئن نیستم، یه تیکه‌اش صدا قطع شد. اینکه اینو انداختم دور، اینکه در پایان تورم اپسیلون دیگر کوچک نیست، آیا خللی به فرمالیسم شما وارد نمی‌کنه؟ یعنی آیا تا پایان تورم میتونید فرض کنین میدان کورسگرین شدتون مثل یک میدان کلاسیک تصادفی رفتار میکنه؟ چون از فرض اسلورول استفاده کردم فکر کنم مثلا اینجا میره، ولی من اینجا نوشته بودم مثلا اسلورول. آره اگه اسلورول رو بذارم کنار، این چیزایی که نوشتم یه مقدار اصلاح میشه، مثلا این معادله این شکلی نخواهد بود. ولی ببینید من سعی کردم اینجا سایتن حالت رو نشون بدم، مثلا من اینجا پتانسیلم هم دو فیدو گرفتم، ولی واقعا اگه اسنورول برقرار نباشم میشه روش استوکاستیک اینفلیشن رو برد جلو، نوع معادله یه ذره فرق میکنه، ولی این ایده کلی همچنان برقراره که طول موجهای بلند یه معادله کلاسیک استوکاستیک به ما میدن، معادله یه مقدار فرق میکنه، نویزش مقدار فرق میکنه و اون وقت برای اپسیلون های نزدیک به یکم مثلا درست هست. این که الان من نوشتم فقط تو موقعی درسته واقعا که اسنورول برقرار بشه. خب یه سوال دیگه اینه که آیا اون مسیری که برای میدان فری میکشیدین، آیا کل کیهان از یک مسیر رفته یا بخش‌های مختلف میتونن مسیرهای مختلف رو بکنده بکن؟ آره بخش‌های مختلف مسیرهای مختلف رو میرن، ولی
ولی اینجوری که الان من دارم حرف میزنم باید دقت کنیم که ما داریم یه طول موج خیلی بلند رو نگاه میکنیم و اون بلنده هم مثلا بزرگتر از سایز افق هم هست. بنابراین اون مجموعه‌ای که ما توش هستیم مثلا کلن همش داره روی یه مسیر میره. در واقع هر کم از این مسیرها یه پچ هستن، یه سوپر هابل پچ هستن. دنیا رو تقسیم کنیم به تیکه های مختلف، از نظر فضایی تقسیم کنیم به کره هایی با سایز اون یک لانده هایی که اول من نوشته بودم، یعنی سایزی که مثلا 100 برابر سایز افق هست. تو هر کدوم از این دنیاها، هر کدوم از این دنیاها یه ریالیزیشن این فرآیند تصادفی هستن. در واقع هر کدوم از این پچ ها یک کدومشون این مسیر N1 رو رفته، یک کدومشون مسیر N2 رو رفته. مایی که الان اینجا هستیم تا مدت زیادی هممون توی مسیر مشترک بودیم. اگه خیلی عقب‌تر بریم یه جایی بوده که ما هم مثلا در واقع یه پچی بوده که دو قسمت شده، مثلا تا یه جایش مشترک بودیم با یه عده‌ای، بعد از یه جایی به بعد جدا شدیم. ولی واقعا نکته مهم اینه که الان قسمت‌های مختلف دنیا مسیرهای مختلف رو میرن، فاون قسمت ها بعد سوپر هورایزن باشه. یه سوال دیگه اینه که آیا مسیرهایی هستن که توشون اینفلیشن تمام نشه؟ آره، مثلا توی شکلی که من کشیدم این قرمزی که با دست کشیدم اینفلیشن تمام نمیشه. منتها حالا مثلا اینجا من تو حرفم گفتم این یه جاییه که رو چگاری دنسیتی مثلا اوردرش یک میشه و خب قاعدتا اینجا باید اتفاقای عجیبی بیفته، یعنی آدم زیاد مطلع نمی کنه مثلا اینجا چی میشه. یه کار خوب اینه که این مرزه رو به اندازه کافی دور کنیم که اصلا نگران این سوالا نباشیم. اکثر چیزایی که ما بهشون علاقمندیم واقعا بیان بخورن به اینجا، مثلا ولی اون که خیلی دور رفتن بالاخره برگردن بیان پایین، چون دریفتمون هم به سمت پایینه. ولی اگه میتونه اتفاقی افته که بعضی جا اینفلیشن تموم نشه. اصلا این ایده اصلی یه مفهومی به نام ایترنال اینفلیشن که توی حالتهایی برای بعضی پتانسیل ها مثلا ما این اتفاق برای میفته که اون فیلد اینفلاتون ما میره اون دور دورا و هیچ وقت بر نمیگرده، یعنی در واقع مسیرهایی هستن که هیچ وقت بر نمیگردن. من بکنم الان زیادی دارم حرف میزنم، نه؟ الان تا شما مدیریت میکنم ولی بکنم حالا این میتونه جزء زنگ تفریح همون یه جورایی حساب بشه، هرکی بخواد میتونه بره. ولی آقای گودرزی سخنانی بعدی که شروع میشه؟ دهانیم یا دیرتر؟ پس من یه رو باش. آره مستحب داریم. فقط یه سوال مونده که فکر کنم من یاد هنوز نپرسیدم و اونم اینه که آیا دوره تورمی در تغییر سرعت نور هم آیا ارتباطی داره به این مسئله؟ نه نمیدونم، خوب نفهمم سوالا، ولی سرعت نور قرار ثابت باشه دیگه، تو نسبیت عام داریم صحبت میکنیم. سرعت نور به معنی این که توی هر لوکال اینرشال فریم نور با سرعت c حرکت میکنه. آره این جزوی از نسبیت عامه، این ربطی به هر جوری که هندسه باشه، FRW باشه، تورمی باشه، شوارزشیلد باشه، اینا همه اینا سرعت نور توشون ثابته دیگه. دست شما درد نکنه، من فکر کنم هر چیز سوال دیدم و پرسیدم. خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما و از شرکت کننده ها. من تشکر میکنم. من متوجه نشدم، بفرمایید. سلام. سلام. سلام، خوب هستی مهدی؟ خیلی آره، من یه سری سوال رندوم دارم واسه شما. مشکلم اینه که بچه ها همه شو سوال تکنیکی پرسیدم، من سوالم یه ذره شرم‌آوره به خاطر اینکه من سوالم اینکه مثلا نفهمیدم چرا این کارو میکنی، یعنی اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد واسه شو. سوال من اینه که
ببین شما مدار رو اصلا فرض کن جدا کنیم، خب توی وقتی کوانتومی داریم نیستی همون اول، خب چرا انتظار داریم اونجا چرا نمیگیم مدا با هم حرف میزنن؟ چه اتفاقی میفته که وقتی میریم توی کلاسیک مدای کوتاه میخوان حرف بزن، درسته که وقتی اولش داریم مدا از هم جدان کلن، درسته؟ وقتی مینویسیم بذاره هر مد حداقل تو ام اسکوئر فای اسکوئر در حد خطی. آره خب آره سوال خیلی خوبیه. اولا اینا میتونم برای پتانسیل های غیر مربعی بنویسم که واقعا میکسینگ وجود داره، ولی یه نکته ای که وجود داره اینه که خیلی خیلی سوال خوبیه، از اطلاع خیلی سوال تکنیکی هست ولی از نظر مفهومی هم یعنی فکر کنم جوابی که من دارم میدم یه مقدار شاید تکنیکی باشه. راست حالا من اینجوری پرسیدم ولی واقعیتش خیلی برای اینکه بگم مثلا دو تا رابطه‌ام دنبال کنم، ولی واقعا سوال اصلی این نیست. سوال اصلی اینه که برای من این مفهوم اینکه دترمینیستیک باشه یه چیزی یا نباشه، خب این خودش یه کانسپت جدیه. خب اگه شما از یه فرآیند دترمینیستیک شروع می‌کنید، خب می‌دونید تو تئوری ذهنم چه جوری می‌خواید برسونش به فرآیند استوکاستیک، یعنی این آیا مشکل، یعنی من به زبان ام اسکوئر فای اسکوئر پرسیدم چون من حدس من اینه که یه چیزی راستش بخوام من فکر کنم اونجا شما حدس من اینها حدس من اینه که شما گرانش رو واقعا دارین در نظر میگیرین، اینا یه جوری بک ریاکت میکنن ولی من نمیبینمش تو این روابط و نگرانی میده که یه فرآیند دترمینیستیک شده استوکاستیک. حتی میگم حالا با صادق حالا به ما یاد داده که اینا باید خیلی دقت کنیم اینا، خب ولی این که استوکاستیک و رندوم اینا اصلا متفاوتن، ولی نگرانی اینه که اگه شما یه چیزی از اینجا به من یه ریزالتی بدین که به مثلا نان لوکالیتی مربوط شه نه به نان کازالیتی مربوط شه، خب میدونی چی میخوام بگم، من احساس میکنم نباید درست باشه چون چیز اصلی اینجوری نبوده. حتی نه این حرفم چطور برده، چون احتمالا شما میگین EFTه من اونها رو جمع کردم یه جایی، این حرفایی که از یه جایی به بعد زدم و فراموش کن لطفا اونجاشو دقیق بزنم. بذار من شاید من یه ذره یه چیزی رو بعد گفته باشم. من به اون چیز اولیه من گفتم دیترمینیستیک هست، کجا بود اون اول و الانم آره این همچنان میگم دیترمینیستیکه، ولی خب چیزای کوانتومی وقتی دیترمینیستیک هستن آدم وقتی ترجمهشون میکنه به زبان کلاسیک توشون نان دیترمینیزم وجود داره. شاید اصلا بهتر بود من اینجا نمینوشتم دیترمینیستیک. من منظورم از دیترمینیستیک این بودش که به همون معنی که مثلا میگه معادله شرودینگر دیترمینیستیکه، خب یعنی اون چیزی که دیترمینیستیک داره جلو میره استیت سیستمه مثلا، ولی اگه بخوایم بر حسب مثلا مقدار فیلد فای صحبت بکنیم مجبور میشیم از تازه احتمال حرف بزنیم حتی تو همون حالت اولیه کوانتوم قبل از اینکه این شورت مدل رو بریزیم بیرون. یعنی استوکاستیک بودن به یه معنی تو همون اولش که کوانتومی هم بوده هست، خب چون همیشه مثلا مکانیک کوانتومی یه چیزای یه جور رندومنسی داره. من واقعا اینجا جای خوبی نبود بگم دیترمینیستیک به کاماس مکانیک، چون همه آدما اولش هم که کوانتوم یاد میگیرن همش میگن رندومنس داره و اینا، شاید بعد از اینکه آدمون اول اینا رو میشنوه خوب باشه که بگیم نه کوانتوم مکانیک به این معنی دیترمینیستیکه. من الان اینجا اتفاقا بعد میگفتم شاید که مثلا همون یه جور رندومنسی که تو مکانیک کوانتومی وجود داره که وقتی مثلا بر حسب فای نگاه میکنی رندومنس وجود داره، یا بر حسب پای فقط نگاه میکنی رندومنس، یا ابر نمیدونم احتمال بعد بنویسی واسه فای یا پای، مثلا سایه فای داریم و سایه پای داریم و اینا، ولی خود سایه داره دیترمینیستیک ایوالو میکنه. اما به فای وقتی نگاه بکنی یه ویت داره، یه توزیع احتمال داره و اینا، اون توزیع احتمالی که رو سایه وجود داشته از اول داره به ارث برده میشه تو توصیف کلاسیک افکتیومون هم هست. فکر کنم مثلا کلمه دیترمینیستیک من اینجا بهتر بردارم مثلا، شاید این نه درسته متوجه شدم. حالا میشه همون سوال اولیه، به خاطر اینکه فرض کن شما تو یه دونه نوسانگر هماهنگ داری و اونو کوانتایز میکنی، درسته؟ آها. یعنی یه نوسانگر کوانتومی چیزه، خب توی مود خاصی که باشه همین استوکاستیسیتی وجود داره دیگه، نه
حتی توی اون مد خاص. حالا چرا توی این کیسی که شما بررسی میکنین مدای کوچیک میرن اون تیکه رو کد میکنن؟ یعنی اون حالا من میگم رندومنس، ببخشید بخاطر این استوکاستیسیتی سخته گفتنش، اون رندومنس چرا میره تو دل اونا میشینه؟ درسته که من اگه تک مود هم داشته باشم تو کوانتومی باید بتونم این همین دیستریبیوشن رو ببینم. آها آره. خب بذارین یه چیز اینجا گفتین چند دقیقه پیش که گرانش مهمه. واقعا یه چیز مهمی وجود داره که مودهای کوچیک. آخه من اینجا رو یه جایی رو پریدم، گفتم این معادله ها به دست میاد و توی اونا مثلا یه نکته وجود داشته تو به دست آوردن این معادله. این مهمه که مثلا کوموینگ اگه نگاه بکنیم مودهای کوچیکن که دارن بزرگ میشن و از افق میزنن بیرون. خب یا ببخشید تا کوموینگ نگاه نکنیم، حالا یه جور هر جور نگاه بکنیم مودهای کوچیک دارن بزرگ میشن، یه موقعی سوپر هابل میشن، در حالی که بر این متقارن نیست. مودهای بزرگ براشون اتفاق نمیفته که مثلا از یه جای به بعد مثلا دو افق رابطهشون عوض بشه، همیشه سوپر هابل هستن و اون مهمه. توی به دست آوردن این معادلات یه جایی مهم هستش که داره این اتفاق میفته. حالا مثلا اینو شاید به زبانهای دیگه هم ما یه جایی میگیم مثلا سوپر هابل میشه، فیلدا با هم کامیوت میکنن، یا چه میدونم یه جورای دیگه میگیم مثلا این فلان مود کلاسیک میشه. این فقط واسه شورت مود این اتفاق میفته. یه شورت مود وقتی به سایز افق میرسه مثلا کلاسیک میشه. حالا اینجا اثرش روی بقیه چیزایی که از قبل کلاسیک بودن به عنوان یه نویز هست. یعنی میخوام بگم رابطه شورت و لانگ مودا متقارن نیستش و این به خاطر ربط به گرانش داره توی این مسئله ما افق داشتن و اینکه داره انبساط اتفاق میفته رابطه شورت و لانگ رو غیر متقارن میکنه. این یه نکته مهمی هست تو به دست آوردن معادلات هم ظاهر میشه. اگه من میخواستم فقط یه مثلا تو فضای مینکوفسکی اینا رو بنویسم یه جایی این اتفاق میافتاد که مثلا این رابطه رو دست نمی آوردم. الان حتی جزئیات اینا رو تو ذهنم نیست، ولی اگه فضای مینکوفسکی بود یه چیزایی فرق میکرد. یا مثلا میبینی اچ اینجا هست، خب تو فضای مینکوفسکی مثلا این کاملا اون چیزی که من گفتم یه انحراف معیار داره دیگه از بین میره. این کلاسیک شدنم توش مهمه که مثلا مود فانکشن ها ثابت میشن این حرفا و برای یعنی یه جور اثر گرانش اینجا مهمه، افق داشتن در واقع مهم بوده. اینا بزن اضافه بکنم که برای مدل M2 فیدو ما زمانم واسه مدل M2 فیدو مودا از هم جدا هستن. اگه تو کی اگه توی فوریه اسپیس نگاه بکنیم مودا از هم جدا هستن. خب الان صدای من میاد هنوز؟ بله من که میشنوم. آره خب ولی ببین فایلی که من دارم ازش حرف میزنم واقعا معنیش نیستش که مثلا مود کیوم به ازای کی به سمت صفر. مثلا این فایله به تعریفش اگه برگردیم میبینیم که مجموعی از مودهای فوریه است و اولا که مثلا اینا با اینکه کجا کات میشن به زمان بستگی داره. اگه من میخواستم شاید بد نباشه اینطوری بهش نگاه کنم. مثلا فایل اینه که روی یه ناحیه‌ای من فیلد رو سموث میکنم، مجموعه مثلا یه کره بزرگ میگیرم روی اون کره فیلد رو میانگین دارم میگیرم، یه همچین کاری دارم میکنم. بعد فیلد توی پوزیشن اسپیس حتی M2 فیدو خب توی مکان اینجوریه که واقعا فیلد نقطه X با فیلد همسایش چیزن کاپلن، به خاطر اون جمله گرادیانی که توی چیز داریم توی کنش داریم فیلدهای نقاط همسایه به هم وصلن. حالا اگه من مثلا اینا رو اینطوری توی روی یه کره میانگین گرفتم، اونایی که رو مرز کره هستن انگار هنوز مثلا بغلیاشون رو میبینن. خلاصه اگه من فای کی فقط نوشته بودم به ازای مثلا کی مساوی با صفر، این درست بود که واقعا فای کی به ازای یک کی خاص اون فای کی واقعا دیکاپل از بقیه و بقیه نمیتونن به صورت نوید روش اثر بذارن.
اما این یه چیزیه که یه مثلا اینجوری که بهش نگاه کنیم بی نهایت فایکه تو دلش هست. اگه به اون صورتی که گفتم مثلا به صورت یه میانگین نگاه بکنم، با مرز با اون بغلایی که تو مرز هستن به خاطر گرادیانه هنوز برهم کنش داره و اون برهم کنش حالا مثلا ترجمه میشه به این نویزی که حالا اسمش سیگما گذاشتم. من الان یه جوری شد، حالا من اون مرز رو دقیق نمیدونم باز، ولی با اگه بخوام دو تا جمله رو اینجوری بفهمم درسته، اونجا که فای ال رو تعریف کردی دقیقا. حالا فهمیدم شما یه سری کیا از یه لمدای کوچیک‌ترن، من همه اینا رو تاثیر میذارم وقتی فای ال میسازم، ولی نکتهش اینه که چون افقم هم داره عوض میشه، این لندام داره عوض میشه و اگه لندام عوض بشه از اون مودای شورت هم میریزه تو اونها و من دقیقا. انتظار دارم که یه من اونها اثر کنه. دقیقاً آره، اگه اون سیگما رو بنویسی میبینی اتفاقا دقیقاً از همون لب مرزی ها داره میاد. سیگما مثلا یه جورایی از اون یه لایه‌ای داره میاد که این نواره مثلا این مشتقی رو داره میگیری از این عملا، مثلا سیگما داره از این میاد. آره دقیقاً نکته. مرسی، ممنونم. خواهش میکنم، خیلی سوال خوبی بودش، متشکرم.